کشت زعفران در کشور ما تاریخ چندین ساله داشته، ولی کشت مجدد آن با بازگشت مهاجرین افغان در ولسوالی غوریان ولایت هرات آغاز گردید. زعفران با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما، نیاز آبی کم، بهره برداری برای چندین ساله در یک نوبت کشت، سهولت در حمل و نقل، عدم نیاز به ماشین‌آلات زراعتی سنگین و درآمد خوب مورد استقبال گرم دهاقین این سرزمین قرار گرفته است. زعفران نبات است نیمه گرم سیری و در مناطقی که دارای زمستان‌های نچندان سرد و تابستان گرم و خشک باشد، به خوبی می‌روید. مقاومت زعفران در مقابل سردی هوا زیاد است. ولی از آنجایی که دوران رشد آن مصادف به فصول سرد سال خزان و زمستان است، طبیعتاً در این اوقات به هوای متعادل نیاز دارد. حداکثر درجه حرارت تحمل گرمای این نبات 40 درجه سانتیگراد و تحمل سرما الی 18 درجه سانتیگراد تحت صفر می باشد. انتخاب زمین. اگرچه زعفران در اکثر خاک ها رشد می کند، زمینی که در ترکیب خود سنگریزه، علف هرزه چندین ساله، تحت سایه، در بین درخت ها، شالیزار ها و غیره مناسب نمی باشد. زمینی که برای کشت زعفران انتخاب می‌گردد، باید دارای خصوصیات مانند خاک زمین سبک، ترکیب از سرمریک، غنی از مواد عضوی، هموار و زهکشی شده، دارای منابع آبی و آب هوای آزاد داشته باشد. تهیه زمین برای کشت. در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران باید توجه و دقت خاص مبذول شود. ابتدا باید در فرصت‌های مناسب، یعنی در خزان یا زمستان، زمین با عمق 25 تا 30 سانتی متر شخم زده شود. بعد از ختم بارندگی‌های بهاری و ماله کردن زمین، جهت میده کردن کلوخه‌های زمین به مقدار 8 تا 16 تن انبار حیوانی پوسیده و آری از علف‌های هرزه در فیجریب زمین پخش گردد. بعد از پاشیدن پاروی حیوانی، زمین مجدداً جهت مخلوط شدن پاروی حیوانی شدیار گردد. پلاتبندی. سپس جهت آبیاری بهتر، زمین آماده شده پلاتبندی گردد. طول و عرض پلات‌ها و کرت‌ها را نسبت به شیب زمین و قدرت آب میتوان تعیین کرد. معمولاً عرض و طول پلات‌ها در حدود 5 برده تا 6 برده متر مربع تعیین می‌گردد. جمع‌آوری و ذخیره پیاز زعفران. از اوایل جوزا الی اوایل میزان میتوان پیاز زعفران را از زمین جمع‌آوری کرد. اما بهترین زمان جمع‌آوری ماه‌های جوزا و سرطان میباشد، زیرا پیاز زعفران در این زمان در حالت استراحت می باشد. در هنگام کشیدن پیاز زعفران، مزرعه باید خشک باشد و پیاز زعفران توسط اشخاص با تجربه در هوای معتدل جمع‌آوری گردد. بلا فاصله بعد از جمع‌آوری پیازهای زعفران در مکان محفوظ، سرد، دور از نور آفتاب به ارتفاع 20 سانتی متر از سطح زمین ذخیره گردد. انتخاب پیاز زعفران برای کشت. تکثیر زعفران تنها از طریق پیاز آن صورت می گیرد. اگرچه تمام پیازهای زعفران در هر وزن که باشد قابل کشت می باشد. با آن هم جهت محصول دهی بهتر لازم است تا نکات ماننده 1. وزن پیاز از 6 گرم کم نباشد. 2. چملک نباشد. 3. آری از هر گونه امراض و آفات باشد و نیز اثرات صدمات بر آن مشهود نباشد در نظر گرفته شود. قابل ذکر است که هر پیاز مادر سالانه حد و اوسط 3 عدد پیاز تولید نموده و در نهایت خود پیاز مادر از بین می رود. سرد کردن پیاز زعفران.
پیاز زعفران دارای پوشهای فایبری تارتار قهوه‌ای رنگ می باشد. در هنگام کشت هرگاه پیاز زعفران از وجود پوشهای فایبری جدا نگردد باز هم سبز شده، اما به تعویق لذا کوشش گردد تا حد المقدور پیاز زعفران از وجود پوشهای اضافی به خصوص نافک پیاز که در قسمت زیران قرار دارد جدا گردد. جداسازی پیاز از وجود خار خاشاک، سنگ کلاخ، پیازهای زخمی و مریض یک امر ضروری می باشد. زده عفونی کردن پیاز زعفران. جهت جلوگیری از مبتلا شدن زعفران به امراض قارچی، باید پیازهای زعفران بعد از سرد کردن توسط قارچکش ها به خصوص سریسان زده عفونی گردد، یعنی 350 گرام سریسان در 100 کیلوگرم پیاز. کشت زعفران. زعفران را از اوایل ماه جوزا تا اوسط میزان میتوان کشت نمود، ولی بهترین وقت کشت زعفران اوایل جوزا الی 15 سرطان میباشد و این زمان است که پیاز زعفران در حالت کاملا استراحت بوده و میتوان زعفران را از زمین کشیده و به زمین دیگر کشت نمود. نکته دیگری که در اینجا از اهمیت میباشد عبارت از روش کشت است. برای اینکه در هنگام خشاوه و برداشت گل به مشکل مواجه نشویم، بهتر است تا پیاز زعفران به شکل ردیفی کشت گردد. فاصله بین پیازها 5 الی 10 سانتی متر، فاصله بین قطارها 25 الی 30 سانتی متر و به عمق 15 سانتی متر و در مناطقی که زمستان سرد و یا تابستان سوزان دارد در عمق 20 سانتی متر کشت گردد. باید متوجه بود که قسمت جوانه پیاز در هنگام کشت به طرف بالا قرار گیرد. در صورتی که کشت زعفران بین ماهای جوزا سرطان و اسد صورت گیرد، برای اینکه پیازهای کشت شده از شدت گرمای تابستان در امان باشد، جهت مسدود کردن منفذها و درزهای زمین، زمین کشت شده را باید خوب ماله نمود. زمین را بعد از ماله کردن باید به حالت خودش گذاشت تا اینکه در روز پنجم الی دهم ماه میزان به شکل کاملا غرقابی آبیاری گردد. هرگاه کشت زعفران در ماه میزان صورت گیرد، بلافاصله بعد از کشت زمین زعفران را باید به شکل کاملا غرقابی آبیاری نمود. فواید پاروی حیوانی، مقدار و زمان استفاده از آن. پاروی حیوانی در اصلاح و حاصلخیزی خاک بسیار پر اهمیت بوده و تولیدات زعفران را افزایش می دهد. پاروی حیوانی باید خوب تجزیه شده و عاری از تخم علف های هرزه، مواد اضافی مانند سنگریزه و غیره باشد. بعد از استفاده کردن پاروی حیوانی در انگام آماده کردن زمین برای کشت، می توان هر 2 الی 3 سال یک مرتبه 5 الی 8 تن پاروی حیوانی را به خاک نرم مخلوط نموده که 1 حصه پارو و 3 حصه آن را خاک تشکیل دهد. در اوایل میزان بعد از اینکه مزرعه را از وجود خاشاک پاک نمود، هموار شود. باید دقت صورت گیرد که این عملیه قبل از اولین آبیاری صورت گیرد، نه بعد از آن. آبیاری زمین. اولین آبیاری زعفران بسیار مهم می باشد، لذا دهقین باید در آن قسمت توجه جدی نمایند. هرگاه آبیاری اول قبل از زمان معین آن صورت گیرد، ابتدا برگ‌های زعفران آشکار شده و سپس گل‌ها ظاهر می‌گردد. این عمل باعث آن می‌گردد تا گل‌ها ضعیف شده و جمع‌آوری آن نیز به مشکل صورت گیرد. هرگاه آبیاری با تأخیر صورت گیرد، احتمال زیاد می‌رود که در هنگام جمع‌آوری با سردی روبرو شویم، که این حالت باز هم در میزان کمیت و کیفیت زعفران اثر منفی دارد. از این رو لازم است تا جهت تشخیص زمان مناسب آبیاری کوشش گردد که در 15 ماه میزان به شکل نمونه از چند گوشه زمین پیاز زعفران کشیده شود. جوانه پیاز زعفران را چک نموده، در صورتی که اندازه جوانه به 2 سانتی متر رسیده باشد، میتوان مزرعه زعفران را به شکل کاملا غرقابی آبیاری کرد. در غیر آن به تاریخ 25 ماه میزان آبیاری صورت گیرد. سلاشکنی، چارشاخ زنی. بعد از آبیاری اول به محض خرمایی شدن زمین، سلاشکنی یا نرم کردن لایه سخت زمین صورت گیرد. این عملیه توسط 4 شاخهای آهنی به شکل مایل به عمق 7 سانتی متر صورت گیرد تا از یک سو رطوبت زمین حفظ شده و از طرف دیگر جوانه ها و گل های زعفران به سادگی از زمین بیرون شوند.
سلاشکنی فواید زیل را در بر دارد. 1. سبب حفظ رطوبت در خاک می گردد. 2. علف های عرضه کنترل می شود. 3. سبب مخلوط شدن انبار حیوانی به خاک می گردد. 4. جمع‌آوری گل زعفران را آسان‌تر می سازد. 5. و در رشد پیازهای زعفران کمک می کند. آمادگی لازم برای عملیات برداشت و پروسس زعفران. معمولا زمان برداشت گلهای زعفران در ولایات حوزه غرب کشور مانند هرات از دهم ماه عقرب آغاز می گردد و الی پنجم ماه قوس ادامه می یابد. در حقیقت دهقین نتیجه زحمات و تلاش هایی را که بعد از برداشت سال گذشته کشیده اند به دست می آورند. پس برای به دست آوردن نتایج بهتر باید از قبل آمادگی داشت تا در زمان برداشت به کدام مشکل مواجه نگردند. قابل ذکر است که در تمام مراحل برداشت و پروسس زعفران نهایت تلاش صورت گیرد تا تمام تدابیر افضل صحیحی را که در برداشت محصول سالم نقش اساسی دارد به طور جدی رعایت کرد. این تدابیر شامل موارد زیل می باشد. 1. افراد شاغل در تمام پروسه های برداشت و بعد از آن صحتمند باشند تا نگرانی آلودگی زعفران به میکروب و ویروس ها منتفی گردد. 2. از نیروی اطفال استفاده صورت نگیرد. 3. ناخونهای افراد باید کوتاه باشد. 4. قبل از آغاز فعالیت‌های برداشت و پروسس زعفران، دست‌ها باید با آب پاک و صابون شسته شود. 5. پوشیدن لباس پاک حتمی است. 6. پوشیدن موها به خصوص برای خانم‌ها یک امر لازمی است. 7. تمام وسایل و ظروفی که در عملیه برداشت گل از مزرعه به کار می‌رود، باید استاندارد و پاک باشد تا به زعفران مواد اضافی علاوه نگردد و نیز تعاملات کیمیایی صورت نگیرد. 8. در هنگام برداشت و انتقال زعفران باید از سبدهای پلاستیکی معیاری استفاده شود و از خریطه‌ها استفاده نگردد. 9. محل نگهداری گلها، جداسازی و خشک کردن زعفران باید پاک بوده و نیز مصون از نفوذ گرد خاک و حشرات باشد. برداشت زعفران. چیدن گل زعفران از مزرعه با استفاده از ظروف معیاری و پاک قبل از طلوع آفتاب صورت گیرد. گل زعفران باید با دقت چیده شده و از جمع‌آوری غنچه های کوچک خودداری گردد. در صورتی که گل های زعفران به تأخیر چیده شود، کیفیت آن پایین آمده و احتمال آلوده شدن به میکروب ها زیاد است. باید به خاطر داشت که در زمان برداشت زعفران هیچ نوع عملیه زراعتی مانند آبیاری، خشاوه، کوددهی و غیره صورت نگیرد. انتقال و ذخیره گلهای زعفران. گلهای زعفران در بین سبدهای مخصوص به اندازه های مناسب طوری که برای آن فشار وارد نگردد و آلوده نشود از مزرعه به محل پروسس انتقال یابد. قبل از آغاز عملیه جداسازی، گلهای زعفران باید در مکان پاک، سرد، دور از نور آفتاب، 20 سانتی متر بلندتر از سطح زمین و به ارتفاع 20 سانتی متر برای هم ذخیره گردد. جداسازی تار زعفران از گل. گل زعفران دارای 3 کاسبرگ و 3 گلبرگ با هم مشابه می باشد که در بین آن 3 تار سرخ رنگ وجود دارد که محصول اصلی زعفران را تشکیل می دهد. جداسازی گلهای زعفران به ظرافت زیاد نیاز دارد، پس باید از اشخاص با حوصله و ظریفکار استفاده گردد. تارهای زعفران باید طوری از گل جدا گردد که ابتدا گل را به دست چپ گرفته، دو برگ آن را شکاف داده، سپس تار سرخ زعفران را با دنباله زرد رنگ آن به اندازه تقریبا 2 میلیمتر از هم جدا نموده و به داخل ظرف معیاری جهت خشک نمودن آماده گردد. البته شیوه جداسازی زعفران از قسمت دنباله زرد رنگ آن نظر به درجات زعفران از هم متفاوت می باشد. خشک کردن زعفران. زعفران در کشور ما با استفاده از روش‌های گوناگون خشک می‌گردد که در اینجا ما به چند روش معمول اشاره می‌نماییم. 1. خشک کردن زعفران توسط دستگاه‌های برقی. چندین نوع دستگاه‌های برقی جهت خشک کردن زعفران وجود دارد. دستگاه برقی ساده،
اتومات و غیره. هرگاه شما زعفرانتان را توسط دستگاه برقی ساده خشک می نماید، ابتدا باید مقدار 100 الی 200 گرم زعفران تازه را به داخل غربال دستگاه خشککن پخش نموده، سپس دستگاه خشککن را فعال ساخته و درجه حرارت آن را به 60 الی 70 درجه سانتیگراد رسانده و این درجه باید تا زمان خشک شدن به شکل یک نواخت تنظیم گردد. از این رو باید پکه دستگاه که در قسمت زیرین آن قرار دارد فعال باشد تا حرارت را به شکل متعادل به تمام جوانب دستگاه منتشر نماید. مدت زمان خشک شدن زعفران با در نظر داشت نوعیت دستگاه متفاوت می باشد. برای اطمینان از خشک شدن زعفران، یک تار زعفران را به شکل نمونه بین دو انگشتتان فشار دهید. در صورتی که تار زعفران دو حصه شد، نشان دهنده آن است که زعفران خشک شده است. در غیر آن، باید مدت گذاشته شود تا به کیفیت مطلوب برسد. 2. روش غربال. خشک نمودن زعفران با استفاده از غربال نیز یکی از روش‌های ساده و مفید می باشد. در این روش نیاز به یک غربال، منقل، تکه آرگندی یا خاص سفید و زغال چوب نوع بلوط دارید. زغال بلوط به دلیل عدم ایجاد بوی نامطبوع به عطر زعفران صدمه نمی رساند. لذا ابتدا زغال را روشن نموده تا خوب قوغ گردیده، سپس منقل را در محل مناسب قرار دهید، بعد تکه خاصه سفید را بین غربال هموار نموده، مقدار 100 الی 200 گرم رشته های تازه زعفران را در بین آن پخش نموده، توسط هر دو دست خیش غربال را بالای حرارت نگه دارید. برای تشخیص حرارت مناسب یعنی 60 الی 70 درجه سانتیگراد، پشت دستتان را بالای منقل گرفته، در صورتی که احساس می نمایید دستتان خواهد سوخت، می توانید که غربال را بالاتر قرار دهید. سپس غربال را به جای تعیین شده قرار داده و آن را آهسته آهسته بچرخانید تا حرارت تمام قسمت‌های غربال را فرا گیرد. هرچند دقیقه یک مرتبه با پشت دستتان شدت گرمی آتش را چک نموده و موقعیت قرار گرفتن غربال را تعیین نمایید. با این روش می توانید زعفران را به مدت 20 الی 25 دقیقه خشک نمایید. 3. سرد نمودن زعفران خشک شده. بعد از خشک نمودن زعفران لازم است زعفران خشک شده را به مدت 20 الی 25 دقیقه برای یک پارچه نخی پاک انداخته تا کاملا سرد گردد. پاککاری و سرد نمودن زعفران خشک شده. دور ساختن مواد اضافی مانند برگها، گلها، خار خاشاک، سنگ و کلوخ، موی، میدگی نان، بقایای حشرات و غیره در حفظ کیفیت زعفران از اهمیت زیاده برخوردار است. از این رو لازم است تا مقدار 50 الی 75 گرم از زعفران خشک شده را در یک ظرف فلزی یا شیشه‌ای قرار داده و تمام مواد اضافی را با دقت توسط پنس از آن دور نمود. جهت یک دست نمودن زعفران لازم است تا میده های زعفران نیز از آن جدا گردد. زعفران سرد شده را باید داخل ظروف معیاری مانند ظروف شیشه‌ای، پاکت‌های پلی اتلینی و قوطی‌های آلومینیومی در جای سرد، خشک، دور از نور آفتاب و سیهی نگهداری نمود تا برای بسته‌بندی آماده گردد. دومین آبیاری یا آبیاری بعد از گلچینی. بعد از ختم برداشت گل‌های زعفران، مزارع زعفران به آبیاری نیاز دارد. هنگام آبیاری به مقدار 10 کیلوگرم کود یوریا یا کود سفید در فیجریب زمین به مزرعه زعفران به شکل دست پاش پخش گردد. خیشاوه یا دور کردن علف‌های ارزه. با در نظر داشت تعریفی که دهاقین از علف‌های ارزه دارند، آنها را مهمانان ناخواسته خواندند که از لحاظ نور، آب، مواد غذایی و غیره با نبات زعفران رقابت می کند و نیز بهترین پناهگاه آفات و امراض می باشد که باید بعد از برداشت زعفران در طی فصل رشد زعفران حداقل دو مرتبه مزرعه با استفاده از وسایل میخانیکی و یا توسط دست از وجود علفهای ارزه پاکاری گردد. دوره های بعدی آبیاری. آبیاری های بعدی زعفران با در نظر داشت نوعیت خاک، شرایط آب و هوا و میزان بارندگی باید تنظیم گردد. در صورتی که میزان بارندگی اندک باشد، حداقل هر 15 روز یک مرتبه باید مزارع زعفران آبیاری گردد. آخرین آبیاری فصلی. آخرین آبیاری مزرعه زعفران را دهاقین به نام مرگاب نیز یاد می‌کنند.
که با در نظر داشت شرایط محیطی از 15 ماه عمل الی 5 ماه سو در حال تغییر بوده صورت میگیرد. در صورتی که 50% برگهای مزارع زعفران خشک گردیده، شما می توانید آخرین آبیاری را به شکل کاملا غرقابی انجام دهید. سپس دهانه های مزارع زعفران را کاملا بسته نموده و کوشش نمایید که الی ختم دوره استراحت یعنی ماهای جوزا و سرطان به هیچ وجه آبیاری صورت نگیرد، زیرا پیاز زعفران در مرحله استراحت به سر برده و آبیاری در آن زمان برای زعفران مضر می باشد. آبیاری تابستانی جهت تسریع فعالیت های فیزیولوژیکی پیاز زعفران لازم است تا از تاریخ 20 الی 25 ماه اسد مزارع زعفران به شکل سطحی یک مرتبه آبیاری گردد. تجارب نشان داده است که این آبیاری سبب افزایش قابل ملاحظه در گلدهی زعفران می‌گردد. از سوی دیگر آبیاری در این زمان بایسان می‌گردد تا گلدهی مزارع زعفران از زمان عادی قبل‌تر صورت گیرد. موارد مصرف و فواید زعفران از زعفران عمدتاً در پخت و پز و تهیه نوشیدنی ها مانند چای زعفران، شربت های مختلف النوع استفاده شده و در طبابت عمدتاً به حیث ادویه تسکین کننده و آرام بخش مورد استفاده قرار می گیرد. در این اواخر بعضی از کشورها مانند ژاپن تلاش به خرج می دهد تا در علاج مرض مهلک سرطان از زعفران استفاده نماید. در اینجا به چند خاصیت طبی زعفران اشاره می گردد. کمک کننده به هضم غذا، تقویت کننده معده و ضد نفخ، فرحت بخش، ضد افسردگی، آرام بخش، تقویت کننده حافظه، ممد در کاهش دردهای عصبی، امراض تنفسی، رفع کمخوابی، کاهش کلسترول خون، تداوی کمخونی ناشی از کمبود آهن، کاهش فیصدی احتمال بروز امراض قلبی، افزایش سلامتی قلب. قابل ذکر است که از زعفران و گل آن در صنایع مواد آرایشی نیز استفاده وسیع صورت می‌گیرد.